برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. گرد همایی بزرگ مبلغان در آستانه ماه محرم الحرام 1446 هجری قمری با بیانات مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی جمعه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی دفتر آیت الله العظمی شیرازی صادر شده، این گرد همایی جمعه 28 ذی‌الحجه الحرام 1445 هجری قمری برابر با 15 تیر ماه 1403 هجری شمسی ساعت 21:30 دقیقه برگزار می‌گردد. پیش بینی می‌شود همانند سال‌های گذشته صدها تن از علما، فضلا، فقها، خطبا، طلاب علوم دینی، عموم شیعیان و مقلدین آیت الله العظمی شیرازی در گرد همایی بزرگ مبلغان در آستانه ماه محرم الحرام شرکت کنند و از بیانات آیت الله العظمی شیرازی استفاده نمایند. رسانه‌های بین‌المللی گزارش دادند که قرار است پاکستان مرحله دوم اخراج پناهجویان افغانستانی بدون مدرک را از این کشور آغاز کند. الجزیره روز یک شنبه 10 تیر گزارش داده است که احتمالاً در این مرحله حدود 800 هزار پناهجوی افغانستانی از پاکستان اخراج شوند. مقام‌های پاکستان تا کنون در این مورد به گونه رسمی چیزی نگفتند. وزارت آموزش و پرورش افغانستان تحت کنترل طالبان پرداخت حقوق ماهیانه آموزگاران زن در این کشور را به حالت تعلیق درآورده است. در دستور عملی که روز یک شنبه 10 تیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، سرپرست وزارت آموزش و پرورش طالبان دستور داده است که تا اطلاع بعدی پرداخت حقوق آموزگاران زن متوقف شود. این در حالی است که رهبر طالبان چندی پیش دستور داد که حقوق ماهیانه کارمندان زن در تمامی ادارات دولتی 5000 افغانی تعیین شود. نیروهای شبه نظامی سودان به یک شهر تحت کنترل ارتش این کشور در مرکز سودان حمله کردند و جبهه جدیدی را باز کردند. درگیری بین ارتش سودان و یک گروه شبه نظامی این کشور آفریقایی را به آستانه قحطی رسانده است. نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی تهاجم خود را به استان سنار در اوایل این هفته آغاز کردند و به روستای جبال مویا حمله کردند و سپس به سمت شهر سینگا مرکز استان حرکت کردند.